سلام دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید به کانال محمود بیز در یوتیوب. آموزش امروز ما در مورد یکی از راه های کسب درآمد از طریق اسم و شعار تبلیغاتی و اینجور موارده. توی آموزش های قبل آموزش های مختلفی رو دارم در خصوص کسب درآمد های مختلف در مورد وبسایت های مختلف یا ابزار و پلتفرم های مختلف. آموزش امروزی که من میخوام بهتون بدم کلا یه پلتفرم خاصه، سکواد هلپ، یکی از وبسایت هایی که شما میتونی به این وبسایت بیای، نامی رو پیشنهاد بدی و این نام رو بفروشی به برندها، به شرکت های، به سازمان ها. شما ممکنه دائما مد و اخبارش رو دنبال بکنید. اونایی که تو صنعت مد و یا لباس باشن میتونن این مواد رو پیگیری بکنن. اگر شما در زمینه انتخاب نام و شعار شرکت ها ایده یا خلاقیت خوبی دارید، به راحتی میتونید از طریق این وبسایت که امروز دارم بهتون میگم کسب درآمد بکنید. اگه فکر میکنید که توانایی انجام این کارو دارید، خوبه که از این پلتفرم استفاده بکنید. توی این پلتفرم شما میتونید نام برندها، خدمات، محصولات، شعارهای تبلیغاتی و شعارهای شرکت و حتی لوگوی اونها رو طراحی بکنید و خلاقیت خودتون رو به راحتی به نمایش بذارید. خیلی ها هستن که به دنبال ایده های تاپ هستن برای حرکت هایی که قراره به تازگی و جدیدن میخوان بزنن. اسکواد هلپ این راه حل رو برای همه ایجاد کرده که شما بیای با طراحی یه نام، با ایجاد یه لوگوی خاص و به اشکال مختلف از این پلتفرم درآمد کسب کنی. عملا میشه گفت که توی اسکواد هلپ شما یه رقابت آنلاین دارید برای انتخاب نام و شعار شرکت ها. یعنی شرکتی مثل گوددی یا شرکت بی بی سی یا مثلا چیزهای دیگه که فلیپس یا شرکت های دیگری که شما دارید و میشناسید، اینها همشون روزی روزگاری به طور اسکواد هلپ افتادن و اینها برندشون، لوگوشون و عناوینشون توسط افرادی به صورت برون سپاری شده طراحی و دیزاین شده و بعد در اختیار اینها قرار گرفته و بعد حالا اونها هم به اشکال مختلف اومدن اون لوگو، اون اسم یا اون شعار تبلیغاتی خودشون رو همیشه استفاده کردن. توی این وبسایت شرکت‌های مختلفی میان و تقاضا میدن برای انتخاب یه نام. میگن ما یه بیزینسی داریم، مثلا یه بیزینسی قرار راه بیفته در زمینه فروش انرژی های نوظهور، انرژی های خورشیدی یا انرژی بادی، انرژی آبی یا هر چیزی، کلن انرژی هایی که امکان پذیر هست برای قرن حاضر. و بعد میگن ما به دنبال یه نام میگردیم برای این. شما میتونی نامت رو پیشنهاد بدین، اگر شعاری داشته باشی میتونی پیشنهاد بدین، حتی شما میتونید لوگوی رو هم برای اونها طراحی بکنی و بهشون اختصاص بدی. حالا چه اتفاقی میفته؟ زمانی که شما میاد یه نام رو به این وبسایت ها اختصاص میدید یا مثلا یه نامی رو پیشنهاد میدید، اینها چه کاری انجام میدن؟ اولین کاری که انجام میدن، شرکت ها شروع میکنن به ریجستر و ثبت کردن برند. یعنی برند رو به نام خودشون ثبت میکنن. این برندیه که شما به اونها فروختید و اونها از شما این برند رو خریدن و الان این برند رو میتونن استفاده بکنن. بعد از اینکه برند رو به اینها فروختید، اینها کاری که انجام میدن، شعار تبلیغاتی رو از شما درخواست میکنن. یه شعار تبلیغاتی هم بدید. امرسان توی ایران شعارش یه زیبا، جادار، مطمئن. یا مثلا خیلی از برندهای دیگه که الان تو ذهنم نیست، همه اینها یه روزی یه اسم خام بودن، اما بعد اومدن به اشکال مختلف به اونها نام دادن، اسم دادن، مشخصات دادن و افرادی اومدن اون نامها رو پرورش دادن، تبدیلش کردن به یه برند هایی که همه دنیا دیگه اینها رو میشناسن. چه اتفاقی میفته؟ این برند روز به روز گسترش پیدا میکنه. اما این برند بعد از اینکه اسمش رو از شما دریافت کرد، دیگه ثابت نمیمونه اون شرکت. اولین کاری که انجام میده بعد از ثبت برند اینه که دومین خودش رو سریع میگیره. یعنی همون مثلا godaddy.com یا مثلا bbc.com،
philips.com، هر چیزی دیگه .com، سایت شما .ir یا .com، هر چیزی باشه فرقی نمی کنه. پس همه اینها دقیقا یه کار رو انجام میدن، یعنی بعد از اینکه اومدن و برند رو از شما تحویل گرفتن، شروع میکنن به اینکه بتونن سایر موارد مرتبط با اون برند رو هم از آن خودشون بکنن و خب خیلی راحت میرن سری سراغ دومینشون، یعنی همون آدرس وبسایتشون. خب البته اینم خدمتتون عرض کنم که واقعا افراد زیادی هستن که توی این وبسایت دارن کسب درآمد میکنن. رتبهشو ببینید، 2800 داخل هند و رتبه دنیا 16000. 16000مین وبسایت دنیا، یعنی اینکه افراد زیادی این وبسایت رو میبینن و استفاده میکنن و خدماتشو دریافت میکنن. حالا ممکنه شما مثلا بگه این همه آدم پس دارن کار میکنن، من نمیتونم توی این وبسایت موفق بشم یا من نمیتونم درآمدی توی این وبسایت به دست بیارم. ببینید، من به شخصه دارم میگم، اصلا نیاز ندارم که یه نفر بیاد منو باور بکنه. اصلا نیازی نیست کسی شما رو باور بکنه، من خودم رو باور دارم، یعنی من میدونم که میتونم. شما هم باید خودتون رو باور داشته باشید. اصلا نیازی نداری یه نفر بگه آقا دمت گرم تو خیلی کارت بیسته. پس چون خودتون به خودتون اعتماد دارید، این کار رو انجام بدید، یعنی از این بازار عقب نمونید. تخصص دارید، تو این تخصص بلند شید حرکت کنید، مثل بقیه بفروشید، مثل بقیه پیشنهاد بدید، مثل بقیه بیاید و طراحی‌های لوگوهای شرکت ها رو به عهده بگیرید، شعارهای تبلیغاتی رو بهشون بدید، نامهای پیشنهادی خودتون رو برای یه برند بیاید پیشنهاد بدید. توی بازار جهانی جا برای همه هست. واقعا اگر میخواید وارد کسب درآمد از اینترنت بشید، فکر کنید دارید میرید سر کار. واقعا همین. توی هر بیزینسی، حالا من یه وقفه خیلی کوچیک افتاد، مجبور شدم ویدیو رو نگه دارم، اما یادتون باشه توی هر بیزینسی واقعا فکر کنید که دارید میرید سر کار. الان اینم همینه، فکر کن دارید میرید سر کار. سر کار که میری واقعا با تمام وجودت برو. اگه با تمام وجودت کار نکنی، وقتتو تلف کردی. واقعا این چیزیه که وجود داره. امیدوارم که توی این حرکت یا توی این کار حداقل استارتی که زدید موفق باشید. لطف کنید بعد از اینکه ویدیو رو دیدید، استارت کار رو زدید، به من حتما بگید. فردا شد، پس فردا شد، یه ماه دیگه شد، یه سال دیگه شد، حتما توی کامنت بگید که تو چه مرحله‌ای از کار هستید، چقدر درآمد کسب کردید، آیا تونستید موفق بشید، که البته میتونید موفق بشید. آیاش رو میخوام حذف کنیم، من میتونم موفق بشم و میشم. دقیقاً به این مرحله رسیدید، به من حتما اطلاع بدید، بگید چقدر درآمدتون بوده، چقدر کسب کردید و تو چه مرحله‌ای از کار هستید. ویدیو رو برای دوستاتون حتما به اشتراک بذارید، نظرتون رو به من بدید و ویدیو رو لایک بکنید، تو شبکه‌های اجتماعی هم به اشتراک بذارید. وقتتون رو گرفتم، عذرخواهی می‌کنم، 9 دقیقه با هم بودیم. براتون آرزوی شب و روز خوبی دارم، موفق و پیروز باشید. خدا من یار و نگهدار همتون باشه.